سلام دوستان، امروز یک مقاله ای رو داشتم میخوندم و دوست داشتم اطلاعات این مقاله رو با شما هم به اشتراک بذارم. و اما موضوع مقاله امروز در مورد تحقیقاتی هست که دانشمندها در اون تلاش کردند که بتونن از چوب برق تولید کنن و ما هم قصد داریم در این ویدیو به صورت مختصر بیایم جزئیات کار و روند کار رو بررسی کنیم. و اما بپردازیم به متن اصلی خود مقاله. و اما مقاله در ابتدا میاد یک توضیح از کل فرایند تحقیقات رو بیان میکنه. مقاله داره این رو میگه که دانشمندها تلاش کردند که یک چوب قابل تراکم رو تولید کنند که میتونه تبدیل به یک میکروژنراتور بشه. خب این چوب ها زمانی که تحت یک بارگذاری قرار میگیرن میتونن یک ولتاژ خیلی کوچکی رو تولید کنن. پس به این ترتیب میتونن اون چوب ها تبدیل به یک حسگر یا یک سنسور سازگار با محیط زیست بشن. و در مراحل بعدی تحقیقات هم محقق های مقاله ما تلاش کردند که کل اون موادی که واسه تولید این چوب ها استفاده می شده و یک جورای شیمیایی بوده رو از فرایند تحقیقات حذف کنن و یک جورای از مواد سازگار با محیط زیست استفاده کنن، که در نتیجه باعث میشه که ما یک محصول نهایی داشته باشیم که کاملا سازگار با محیط زیست هست. خب این یک خلاصه‌ای بود از کل نتایجی که ما از این تحقیقات به دست آوردیم. اما در ادامه مقاله ما به صورت جزئی میپردازیم به هر بخش از اون فرایند کار. و اما مقاله در ادامه این رو بیان میکنه که محققهایی که در این تیم تحقیقاتی وجود دارن هدفشون این هست که بیان اثبات کنن که چوب فقط یک مصالح ساختمانی ساده نیست و میتونیم از چوب در جاهای مختلفی استفاده کنیم. به عنوان مثال این تیم تحقیقاتی در تحقیقات گذشته خودش چوبی رو تولید کرده که استحکام بالا داره، ضد آب هست و قابلیت مغناطیسی داره. و در این تحقیقات هم محققات تمام تلاش خودشون رو انجام دادن که چوبی رو تولید کنن که یک انعطاف پذیر هست، دو سازگار با محیط زیست هست و در انتها هم قابلیت تولید الکتریسیته رو داره. خب در ابتدای مقاله گفتیم که این چوب ها این قابلیت رو دارن که بر اثر تغییر شکل یک ولتاژ الکتریکی رو تولید کنن. خب این ویژگی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم همون خواص مواد پیزوالکتریک هست. مواد پیزوالکتریک به مواد گفته میشه که بر اثر تغییر شکل میتونن الکتریسیته رو تولید کنن. خب همچین موادی میتونه به عنوان حسگرهای زیستی و سنسورهای زیستی از اونها استفاده بشه. خب مشکلی که در سنسورهایی که در گذشته وجود داشته این بوده که این سنسورها به دلیل اون موادی که در درونشون استفاده می‌شده زیست پزشکی نبودن. نمیتونستیم به عنوان سنسور در بدن انسان‌ها از اونها استفاده کنیم، چرا که در روند ساخت این سنسورها از سرب استفاده میشه و سرب واسه بدن ما مضر هست. خب تا اینجای مقاله بر اساس اون اطلاعاتی که خود مقاله داره ارائه میده ما میتونیم به دو کاربرد اصلی این مواد پی ببریم. کاربرد ابتدای این مواد میتونه به عنوان سنسورها و حسگرهای زیستی استفاده بشه، اما کاربرد دوم هم این هست که به دلیل اون خاصیت پیزوالکتریکی این مواد یا این چوبها میتونیم از اونها استفاده کنیم واسه تولید الکتریسیته. اما مشکلی که وجود داره این هست که اگر چوبها بخوان این کاربرد رو ارائه بدن باید کاملا انعطاف پذیر بشن، چرا که ما میدونیم که چوبها در حالت معمولی انعطاف پذیری آنچنانی ندارن. پس در نتیجه نمیتونیم از اونها به عنوان مواد پیزوالکتریک واسه تولید الکتریسیته استفاده کنیم. پس یکی از اهداف ابتدایی ارتقا این مقاله میتونه این باشه که ما بتونیم انعطاف پذیری رو اضافه کنیم به اون چوبهایی که در اختیار داریم. خب واسه این که بتونیم انعطاف پذیری رو بیاریم در چوبها ما از یک فرایندهای شیمیایی در این مقاله استفاده کردیم. خب این فرایند شیمیایی اومده اون بخش از چوب رو که وظیفه استحکام بخشیدن به ساختار درونی چوب رو داره رو حذف کرده، که در انتها ما تونستیم دست پیدا کنیم به چوبهایی که کاملا انعطاف پذیر هستن. این دقیقاً همون فرایندی هست که ما در تولید کاغذ از اون استفاده میکنیم، با این تفاوت که در تولید کاغذ ما میایم ساختار درونی چوب رو کامل تخریب میکنیم و مجدداً الیاف چوب رو به همدیگه متصل میکنیم. اما در این فرایند ما دیگه این کار رو انجام
ندادیم و مستقیما اون ماده‌ای که باعث استحکام بخشیدن به ساختار درونی چوب می‌شده رو از طریق مواد شیمیایی حذف کردیم. پس در انتها ما یک چوبی رو در اختیار داریم که کاملا انعطاف پذیر هست. و اما در ادامه آزمایش محققهای مقاله ما از این نوع از چوب‌ها مکعب‌هایی رو تهیه کردند به طول ضلع حدوداً 1.5 سانتی متر. خب در طی فرایند آزمایش این مکعب‌ها تونستن 600 بار بارگذاری رو بر خودشون تحمل کنن بدون اینکه تغییری در شکل اونها اتفاق بیفته و تقریبا در طی این آزمایش هم تونستن حدود 63 صدم ولت رو تولید کنن که تقریبا این مقدار ولتاژ کافی هست واسه اینکه بتونیم از این مکعب‌ها به عنوان حسگر و سنسور استفاده کنیم. و اما در ادامه آزمایش محققهای مقاله ما تلاش کردند که از همین مکعب‌های چوبی استفاده کنن واسه تولید یک میکروژنراتور چوبی. خب دانشمندهای مقاله ما واسه تولید این میکروژنراتور تقریبا از 30 بلوک چوبی استفاده کردن. خب نتایج آزمایش هم به این شکل هست که اون مجموع بلوک‌های چوبی تونستن یک LCD کوچک رو روشن نگه دارن. خب همچین نتایجی داره به ما اثبات میکنه که ما میتونیم از کفپوش‌های چوبی استفاده کنیم واسه تولید انرژی، یا اینکه میتونیم از این نوع از چوب‌ها استفاده کنیم به عنوان سنسورهای زیست تخریب پذیر. و اما در انتها دانشمندهای مقاله ما واسه این که این محصول نهایی کاملا سازگار با محیط زیست بشه پا رو فراتر گذاشتن و تلاش کردند که تمام مواد شیمیایی که در طی این پروسه استفاده می شده رو از روند آزمایش حذف کنن و اونها رو جایگزین کنن به مواد کاملا طبیعی. خب روشی که دانشمندها استفاده کردن این بوده که بیان از یک نوع از قارچ‌ها استفاده کنن واسه این که اون ماده خاص در چوب رو بتونن حذف کنن و نتایج هم نشون میده که استفاده از همچین مواد طبیعی کاملا امکان پذیر هست. پس در انتها ما میتونیم بگیم که ما تونستیم چوب‌ها یا سنسورهایی رو تولید کنیم که کاملا زیست تخریب پذیر و سازگار با محیط زیست هستن. خب دوستان این مقاله بود که من امروز انتخاب کرده بودم واسه مطالعه. اگر این مقاله رو مفید میدونستید میتونید این ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بذارید، یا اگر این ویدیو رو دوست داشتید میتونید اون رو لایک کنید. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید.